قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم و اذا جا اکل لذین یعملون به آیاتنا فقل سلام علیکم الحمد لله رب العالمین که باز هم قسمت شد روزی ما شد که در برنامه دیگری خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی بیت العباس و به ویژه برنامه لحظه های عاشقی باشیم قسمت های متعددی رو تا،, تا, به امروز افتخار داشتیم که خدمت شما باشیم و در محضر شما خدمت بکنیم و راجع به موضوعات متعددی با هم صحبت کردیم خدا رو همچنان شاکریم و خدا رو شکر میکنیم که محضر شما عزیزان درس پس میدیم اما اگر خاطرتون باشه راجع به بینش و نوع نگاه ما به زندگی به دین و جامعه اطرافمون با هم زیاد درد دل کردیم و زیاد مسائل و مطالب مختلفی رو به اشتراک گذاشتیم بینش اساسا همون چیزی است که ما در فرهنگ دینی خودمون بهش میگیم ایمان اصطلاح ایمان دقیقا همون چیزی است که مد نظر ما و کارشناسان محترم برنامه لحظه های عاشقی است در سلسله جلسات ماه مبارک رمضان که در خدمت شما بودیم ببینید اون چیزی که ما از ایمان میگیم و راجب ایمان با شما صحبت میکنیم دقیقا همون بینش و نگرش ما نسبت به زندگی. اگر ایمان به خدا حالا لسانی مرحله شه، اما اگر به صورت قلبی ایمان به خدا در قلب یک آدمی وجود داشته باشه و خدا رو در قلب خودش احساس بکنه و نسبت به او در از منظر قلیه مطلق و قدیر و توانمند مطلق خداوند متعال رو پذیرفته باشه این آدم خیلی از مسائل روزمرهش براش حل میشه مثلا در برخورد با اطرافیانش خدا رو در نظر میگیره چرا که او رو بی نیاز مطلق میدونه و خودش رو نیازمند او رو توانمند مطلق میدونه و خودش رو فقیر و محتاجک موجود ضعیف در برابر اون بینیاز مطلق لذا وقتی تکیه به یک بینیاز و قدرتمند مطلق داره خودش رو هم صاحب قدرت میدونه ابتداعا این که مقابل هیچ کسی سرخم نمیکنه چون که پشت او فقط به قدرت مطلق و قدرتمند مطلق یعنی حضرت باری تحالا گرمه چون همه موجودات رو نیازمند میدونه همه موجودات رو فقیر میدونه جز او امیدش رو از همه بریده ارتباطش رو حفظ کرده اما امیدش رو از همه بریده فقط به خداوند متعال امیدواره این یعنی این که جلوی احدی سر خم نمیکنه اما صورت دیگری هم داره در صورت دیگرش اینه که در مواجهه با دیگران با مدارا رفتار میکنه یعنی این که چون خداوند رو درون قلب خودش احساس میکنه سر مسائل بی ارزش و بی اهمیت بعضا شاید از نظر ما خیلی مهم باشن این مسائل اما سر مسائل بی اهمیت حاشیه سازی نمیکنه مدام دنبال جر و بس کردن و دعوا نیست مدارا 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 از خصوصیت انسان با ایمان مداراست چرا ببینید این در احادیث ما راجب وفق راجب مدارا در فرد با ایمان زیاد صحبت شده اما این چه می شود که نشانه آدم با ایمان میشه مدارا این دقیقا همینه چرا که او سبک زندگیش رو بر مبنای ایمان به خداوند متعال چیده و بر مبنای همون زندگی میکنه از همون پنجره و از همون بینش داره نگاه میکنه به جهان اطراف خودش به مردم اطراف خودش لذا با همه از هر دین و از هر قشر و از هر مذهبی مدارا دارد از حق کوتاه نمیاد مقابل کسی سرخم نمیکنه به بینیاز و مطلق پشتش گرمه اما مدارا هم دارد این متفاوت با اینه که من سرخم بکنم ضعیف باشم و این ربطی به این نداره بلکه یک انسان قدرتمندی است که با دیگران مدارا میکنه لذا نشانه های ایمان از این منظره که این نوع نگاه این فرد با ایمان به جهان اطراف خودش عوض شده تغییر کرده خب در رفتارش هم شما تغییر رو میبینید بخشش یکی از نشانه های افراد با ایمان کرم، حلم، مدارا، وفق اینها همه نشانه های افراد با ایمانی که ما در روایات میتونیم دنبالش بگردیم و در روایات هم نشانه هاش رو میبینیم لذا به همین معناست همه ی حرف ما در این برنامه همینه اگر دین، اگر اسلام، اگر احادیث، روایات، سیره اهل بیت، آیات قرآن و مجموع بخوایم به یک معنای واحد بگیریم همه دین اگر تبدیل به نگرش ما بشود نگرش ما میشه نگاه ما به جهان اطراف و سپس سبک زندگی ما لازم نیست یک برنامه رو کاغذ لزوما تایم بندی کنیم ساعت بنویسیم که از این ساعت تا این ساعت فلان کار از این ساعت تا این ساعت فلان کار خیر بلکه مضوع... فبسا اون نظمه هم اگر باشه خیلی خوبه ها اما میخوام بگم که این نوع نگاه منه که باعث میشه با همسایم با زبان مدارا با رفتار مدارا عمل بکنم و مقابلش به ایستم و با او رابطه برقرار بکنم و نشانه های متعددی داره دیگه رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام حکایت از همین منظر داره میخوام که ازتون اجازه بگیرم و کسب اجازه بکنم یک فاصله کوتاهی بگیریم یک تنفسی داشته باشیم که کارشناس محترم برنامه منتظر ماست و میخوایم از محضر ایشون استفاده بکنیم الذي أنزلت فيه القرآن وافترزت على همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام هستیم و خوشحال و شاد و مسروریم که داریم در خدمت شما صحبت میکنیم و دل به دل شما میدیم و با شما همراهیم با ادامه قسمت های مختلف کارشناسی برنامه لحظه عاشقی در خدمت شما هستیم و همچنین خدا رو شاکریم که از محضر عزیز و بزرگواری به نام جناب آقای دکتر تالعی عزیز داریم استفاده میکنیم میکنه. آی دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون خیلی خوش آمدین بار دیگر به برنامه ما و در خدمت شما هستیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا بقیت الله سلام و عرض ادب و تحییت و التماس دعای ما به محضر مقدس امام زمانمان. ما الله تعالی سلام الله علیه و علا علی آبائه سلام و عرض ادب من به حضور شما و بقیه دستن در کاران تهیه این برنامه واقعا نفیس و ارزشمند این رو به خاطر حضور خودم نمیگم به خاطر این میگم که در این و نفسای این روزگار کمتر کسی به فکر میفته که بیاد اصول عقاید رو اصول دین رو به طور تحلیلی و تشریحی و توضیحی و تبیینی بیاد باز بکنه و در این حال نگاه کاربردی داشته باشه، نگاه نو به میراس فرهنگی کهن ما میراس فرهنگی کهن اصیل ریشهدار معتبر ولی یک نگاه نو و کاربردی به اینها برای برای اینکه در زندگی امروز چه استفاده ای بکنیم و چگونه استفاده کنیم؟ این نگاه هم اون میراس کهن ارزش داره هم نگاه نوم ارزش داره و این ترکیب این دوتا کاریست که شما دارید میکنید و شاکر نعمت خدا باشید ما هم شاکر نعمت خداییم که در خدمت شما هستیم و در خدمت بینندگانی که بر صورت تشویق میکنن و تقدیر میکنن و باعث دلگرمی ما میشوند و امیدواریم که انشالله مجموع این گفت و شنودها به امضاء قبولی امام عصر علیه السلام برسد و لبخندی از رضایت بر لبان حضرت بنشاند الله. آی دکتر عزیز خیلی ممنونم از لطف شما لطف کردید ولی واقعا همینطور که فرمودید لازمه نیازمند این هستیم که با جوان امروز به شکل دقدقه های خودش پاسخ بدیم بله. با همسن و سالهای خودم کسانی که بالاخره شاید هم نسل بنده هستند ما نیازمندیم که با ادبیات خودشون با اینها صحبت بکنیم و نیازهاشون رو جواب بدیم حالا نه اینکه دین رو تغییر بدیم همسو بکنیم با تفکرات جوان خیر اما دغدغه‌ای که داره آقا دین طبق دغدغه‌ای که شما داری این جواب رو داره خواستید بپذیرید نخواستید هم خودتون میدونید من از این جمله رو یه تکمل تکمیل بکنم زنده باش. اون جوان هم فطرت دارد بله و اصلا لازم نیست دین را آدم عوض کنه فقط دین رو به همون زبان فطری جواب بده مطابق است با دغدغه واقعی دغدغه واقعی همه جوان و غیر جوان الا اینکه متاسفانه بیانهای فعلی معمولا فطرت بوده و جواب نمیده ما فطرت رو مخاطب قرار ندادیم فطرت رو مخاطب قرار ندادیم فطرت رو مخاطب قرار بدهیم من به زرس قاطع میگم ما تو این جامعه همون گریز نداریم بله اگر گریزی هست و فراری هست و حتی ستیزی هست با دیندار نه با دین با دیندار که من باشم مشکل دارن با دین مشکل ندارم حقایق دین وقتی فطری بیان میشه همه طالبن همه جذب میکنن بله خب من اگه به خودم به قاعده و به حکم فق من عرف نفسه فقط عرف ربه اگه به این حکم من به خودم بازگردم به خودم مراجعه کنم هم چیزی که شما به درستی اشاره فرمودین به فطرت خودم مراجعه بکنم خیلی مسائل حله. مسائل حله به هر صورت این که ما توفیق داریم الحمدلله در خدمت در مجلس درس حضرت رضا سلام الله علیه باشیم این کم توفیقی نیست گیر هر کسی نمیاد, نمیاد. و به حمد الله و حالا تا امروز شش روز هفت روز شش هفت روز گذشته و این توفیق رو ما داشته ایم و امیدواریم که این توفیق تا آخر عمر برای ما مستدام باشد که همچنان در خدمت اهل بیت باشیم گفت جان, جان پرور از قصه ارباب معرفت رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو بهم. واقعا جان پرور است این تعارف نداره واقعیتی است من حداقل که خدمت شما دارم عرض می کنم چهل و پنج ساله که با کتاب حدیثی سر و کار دارم چهل و پنج از پونزه شونزه سالگی دیگه دستم بوده کتاب حدیثی منابع حدیثی درجه یک در کنارش واقعا دنبال کاربردش گشتم سوال داشتم و از تو این کتاب ها و منابع پیدا کردم جواب پیدا کردم و مدام تو این فرایند بودم یعنی فرایند سوال و جواب و کاربرد و خلاصه این قضايا و الحمدلله هنوزم حالا دیگه تا حالا که هستیم ان تا آخر عمر این نعمت رو خدا از ما نگیره ان که همیشه زنده باشین آید دکتر عزیز ما مسئله توی قسمت های قبلی مطرح کرده بودیم بله. شما و ما شنیده بودیم و یاد گرفته بودیم اما توی مسئله عدل الهی احساس میکنم که یک وقوفی کردیم و این وقوف خیلی هم اتفاقا پربرکت و پر نعمت بود بله. خیلی از مسائل رو برای ما حل کرد اقلا من فکر میکنم چون من دوستانم از همین قشر جوانانی هستن که وقتی بهشون نگاه میکنید میبینید که این جوان ها چقدر پاکند چقدر خوبند و مثل گل میمونن اصلا همینه. همینه. واقعا همینه اما خب بالاخره حالا همون چیزی که شما فرمودین به رفتار من دیندار شاید با رفتارهای ما مشکل دارن با دینداری ما مشکل دارن و ما هم بلد نبودیم تا به امروز باشون صحبت بکنیم اما قسمت قبلی که مسائلی رو شما مطرح فرمودید خیلی از سوال های این عزیزان رو جواب داده و براشون اون دغدغه ها رو تا حدودی برطرف کرده. موافق هستید که ما همون مسئله رو ادامه بدیم و من علاقه صحبت مندم. بحث عدل الهی که در واقع تجلی می کند در افعال ما و مسائلی که مرتبط است با افعال ما و کارهای ما، این از اون بحثایی است که زمین مونده سوال هم زیاد داره، و خب دیگه حالا هر بحانه ای پیدا بشه که اینجاها تبیین درست حسابی و صحیح و درست درمونی صورت بگیره جا داره من در خدمت شما هستم پس ما و بینندگان محترم برنامه لحظههای عاشقی گوش میدیم سراپا گوشیم تماما گوشیم تا ببینیم که انشالله ادامه این برنامه و این موضوع به این مهمی به کجا میرسه ما در خدمت شما هستیم ببینید ما ماجرای عدل الهی را از زبان حقگو و وحی رسان حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و السلام تا یه مقداری اشاره کردیم قصه خیلی مفصله خیلی مفصله اصلا شبهات اصلی که وارد است در مسئله توحید عمدهش تو مسئله عدله امده تو مسئله عدله اینجا قصه هاست که دیگه اجازه این من چند بابی دیگه از این بحث رو خیلی سریع و همه رو فشرده با مثال و با اینها که یه خورده سنگینی بحث هم گرفته بشه و روانتر بشه عرض بکنم خب ما یه بحث مفصلی در باب تفاوت داشتیم در جلسه قبل من دوست دارم این بحث روی خود کاملتر بکنم با مثالهایی خب الان ببینید یه سوال جدی مطرحه چرا تفاوت هست در خلقت خدا حالا ما اصلا فرض میکنیم با اون بیانی که جلسه گذشته داشتم که تفاوت ها اصلا از ناحیه خدا باشه یعنی این تفاوت ها را غیر خدا ایجاد نکرده باشد فقط خدا ایجاد کرده عذر میخوام برای یادآوری از میکنم چند تا احتمال رو شما مد نظر قرار دادی بله؟ که اینکه این, این احت... احتمال این تفاوت ها از جانب من باشه بله اینکه این تفاوت ها از جانب دیگری باشه و اینکه این تفاوت ها از جانب خدا باشد برد. یا نباشد برد. مسئله جبر و تفیز رو هم مطرح برد. کردید فعلا تفاوت رو بگم بعد جبر و تفیز هم باز داستان دارم. بر, بر گفتم در باب برد. تفاوت من یه دو سه کلمه تکمیلی بگم ببینید من میگم در اون قسمت که اصلا تفاوت فرض میکنم از ناحیه خدا خب سوال ما بریم بحث و اینجوری مطرح کنیم برون دینی من میخوام حرف بزنم درون دینی نمیخوام حرف بزنم فرض میکنیم هیچ تفاوتی در خلقت نبود هیچ رنگ ها همه سفید بود مثلا فرض کنید قیافه ها همه یه شکل بود رنگ از قدم قدم با من یه خود باید مدارا بکن ببینید رنگ ها همه سفید بود الان زیبایی همین اتاق که درش هستیم اینه که رنگ سفید و مشکی و آبی و سبز و زرد و انواع آبی و انواع رنگ ها رو ما داریم میبینیم درسته؟ سفید کنار آبی زیباست اگر همه چی سفید بود انقدر زیبایی نداشت الان زیبایی شما نمیدیدید حس نمی ما زیبایی باید حس کنیم دیگه زیبایی که چیزی که تو مشتم بگیرم باید حس کنم من زیبایی سفید رو کنار آبی میبینم زیبایی آبی رو کنار مشکی اونم کنار سبز اونم کنار زرد دریای زندگی اگر این موجها نداشت در کامخیش بس گوهر بیبه ها نداشت بیداری ار نبود چه لذت خواب بود شب گر نبود روز به دینسان زیاد نداشت ببینید ما از خوردن لذت میبریم چرا؟ چون قبلش گرسنگی هست وقتی که آدم سیر میشه عالی تا این غذا رو جلوش بذارن انگار زهر ماره نیست یه 24 ساعت کامل سیر بگیر بخواب بعد از 24 ساعت وادارت کنن به خوابیدن انگار شکنجه دارن میدن غیر از اینه لذت خواب به بیداری است لذت بیداری به خواب است لذت شب به روز شب به روز به شب غیر از اینه مهنم. پس تفاوت لذت بخشه تفاوت زیباست تفاوت زیباست چرا زیبایی تفاوت رو نادیده میگیریم از این مثال ها بخوام بزنم فرابون دارم ببین ما چرا میگوییم حافظه این آدم زیاد از حافظه این آدم کمه اگه همه حافظه ها یکسان بود اصلا درک نمیشد درک نمیشد الان نعمتی به نام حافظه زمانی درک میشود که در فرد الف زیاد باشه در فرد ب کم باشه قد کوتاه و قد بلند می قد کوتاه بده قد کوتاه خودش کاربرد داره الان هنرمندایی هست تو کارهای هنری فقط به خاطر قد کوتاهشون غلغل سر اینکه چیز چی میگن ترافیک کاری دارن که کدوم فیلم ها دعوت بشن چون اصلا خود قد کوتاه جایگاهی داره برای یه سری بازی در فیلم ها مثال مثال من خیلی شاید خیلی ناقص باشه کسی بخنده به این مثالا میگم قد کوتاه خودش کار داره و قد رو به عنوان قد و عنوان یکی از نعمت های خدا که به آدم داده زمانی میفهمیم که چی؟ زمانی میفهمیم که چی؟ که زدش پیدا بشه دید ببینیم اگه همه قد کوتاه بود که قد بلند معنا نداشت خدا قسمتتون کنه برید مکه میبینید قد ها افریقایی یا قد بلند و چارشونه اندونزیایی یا قد کوتاه و فلان تو تواف افریقایی کنار اندونزی یه اصلا همین یه نگاه میکنه انگار طرف خورده فیلو خب، واقعیت اینه حالا اونجا کنار هم عین هم در یک درجه بدون هیچ تمایزی بحث شیرین و زیبایی اونجا کار ندارم خب به هر صورت من مثال جوری دیگه میزنم من میگم آقا جایی که خدا تفاوت قرار نداده است آیا ما بشر تفاوت قرار میدهیم یا نه مثال کوه ها ظاهر حالا بحث نگاه باطنی علمیش بحث دیگه است نگاه ظاهری قضیه عامی برای آدم آمی مثل من کوه ها همه مثل همه مثل هم نیستن چطور بهم میگیم قله دماوند به اون میگیم هیمالیا به اون میگیم قله فلان به قله فلان, فلان بر چی میگیم می قله ها مثل هم نیستن همه علا ظاهر بعد صورت ظاهرش علمیش نگاه بحث دیگه است بر چی اسم میذاریم؟ اینکه یه ای آدم عادی نگاه بکنه بله شبیه به همه ها. چرا اسم جدا میذاریم؟ برای اینکه آقا ما لازم داریم وقتی میخوایم بگیم در از تهران را افتاد و قله ای فتح کرد خب باید بگیم کدوم قله بشناسیم بشناسیم بگیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف و هم دیگر رو بشناسیم آبها باز نگاه علمی رو این کنارها نگاه آمیانه عادی آبها مثل هم چرا به این میگیم رود جیهان به اون میگیم رود کارون به اون میگیم رود کرخه به اون میگیم رود فلان به اون میگیم دریای مازندران به اون میگیم خلیج فارس اصلا فرق رود و خلیج و دریا چیه بعد تازه به این میگیم خلیج فارس به اون میگیم خلیج عدن به این میگیم دریای فلان دریای سیاه در... ولی چی میگیم این بازی رو چی در میاریم جایی که تفاوت هم نیست ما بشر تفاوت ایجاد میکنیم و چرا خدا تفاوت درست کرده بعد حالا یک جایی که خدا تفاوت ایجاد نکرده باطنن ما تفاوت ایجاد می‌کنیم برای خود برتربینی مثلا آه. من ایرانیم او ترکه او عربه او خب اصلا, اصلا این, این که میگیم این اینجا ایران اونجا ترکیه اونجا نمیدونم فیلیپین مگه خاک فرق میکنه خاک ها در نگاه ظاهری ها نگاه باطنی بحثی میکنه. در نگاه زاهری. مگه خاک فرق میکنه مرزها رو ما قرار دادیم ما داریم قرار میدیم میگیم تا اینجا تور ایران از جواب ترکیه از جواب فیلیپین از جواب یمن این چی ای ای چیه این اسم گذاری ها یه بخشش هم مطلبی که شما فرمودیم بشناسیم یه بخشش دیگه بازی قدرت بشر دیگه به هر حال هر چی اسمش میز به هر دلیل به هر دلیل آقا یه بشر که تو به خدا ایراد میگیری که چرا تفاوت قرار دادی خود, خود تفاوت, تفاوت قرار نمیدی بین آبها بین خاکها بین قله ها بین فلان جوری دیگه شو بگم ببینید یک از زمانی که بشر عدد رو شناخته چقدر کارش پیش رفته عدد میگه امروز یک شنبه فردا دو شنبه پس فردا بین سه شنبه بین روزها تفاوت قرار میده مگه روزها فرق میکنن با هم خب همش گردش و ماه و خورشیده ها ب... روز نوروز اصلا فرق میکنه نوروز با روزهای دیگه چه اول فروردین دوم فروردین قبلش 29 اسفند این یک فروردین چه خصوصیت چرا بشر میاد بین 29 فروردین و یک 29 اسفند یک فروردین دو فروردین تفاوت قرار میده ها ببینید عدد رو بیایم عدد یه بحث فنی داره اگر بینندگان یه خود خسته میشن از این جمله و سنگینه عذرخواهی میکنم ما یه چیزی داریم به نام مفهوم دو اون مفهوم دو یه چیز ذهنیه دو تا وقتی شد نگاه به سلا به عینی پیدا کرد میگیم دو تا دونه چراغ درست شد دو تا دونه چراغ اینجوری اینجا به هم نشون میدیم میگیم سه تا دونه کتاب یک دو سه ها حالا کاربردی شد حالا کاربردی شد. شد. خب آیا عدد سه میتواند بگوید من چرا چهار نشدم به دو بگه آی دوی بدبخت من سه هم <تص> من سه هم بعد از اون ور بگه خدا ما چی کم داشتیم که ما چار نشدیم خب که بابا مفهومی س... دیگه فرضی داریم میگی با. اگه عدد زبون داشت مثل ما زبون دراز بود میتونست ایرادو بگیره بانجگی ما ایراد میگیریم یا نه خب ما شانس نداشتیم شدیم دو ما شانس نداشتیم شدیم دو شدیم سه خب. خب خدا میگه بابا تو به اندازه یه سه خودت کار کن اونم منزه دوی خودش کار کنه اون که هم میلیارد خودش کار کنه اونم منزه صد میلیارد خودش کار کنه خب قطعا دو غیر از سه سه غیر از چهار اگر بشر حالا بشر نمیدونم حالی تقسیم عددی از کجا کی اومده من نمیدونم به هر حال اگر تقسیم عددی نمی بود و اگر به فرض کار بشر بود من نمیدونم واقعا بشر که اومده گفته این یک این دو این سه این چهار بد کرده بد کاری کرده چقدر مشکل بشر حل شده با این یک و دو و سه و چار و پنج و شیش. بله؟ ها؟ خیلی قشنگ میاد میگه این وزن از این وزن سنگین تره چون این پنج کیلو این چار کیلو بده این؟ این تفاوت بده؟ حالا پنج و چار با هم دعوا کنن؟ همه اینها که گفتم ببینید ائمه اطهار در مقام اخلاقیات تعبدی حرف نمیزنند این مستقلات عقلی را احیا میکنند دقت کنید به این کلمه این جمله جمله خیلی عجیبه خیلی فوق العاده است جمله مال من نیست مال ادعی از فقه های بزرگه اهل بیت در, در اخلاقیات و در عقاید در اخلاقیات و در عقاید اینا غیر از باب احکامه باب احکام بابی دیگه است و داستان دیگه داره فصل خودش باید گفته بشه ائمه در عقاید و در اخلاقیات تعبدی حرف نمیزنند مستقل عقلی را احیا میکنند مستقل عقلی چیه تعبدی هم توقع ندارن توقع هم ندارن, طبقه طبقه هم ندارن که کسی قبول کنه میگه ما داریم عقلی میگیم فکر کن یا خب؟ من دل علی هی به ذاته خب ببینید میاد میگه چی مستقل عقلی یعنی آنچه که عقل میگوید مستقل از همه دینها و صاحبان دینها. برای همه قابل اثبات. عقلی که اثبات نمیخواد روشنه مثل چراغ بالا سر ما روشنه اثبات نمیخواد اصلا اثبات نیست میخواد که روشن نیست. اها. خداوند متعال یه چراغی به نام عقل برای همه عاقلان روشن کرده با همون چراغی که خدا روشن کرده همه حقایق یکسانی میبینن عقل غیر از فکره اینو جای دیگه باید بحث کنم اینجا جاش نیست باشه اونم طلبه در همین بدونیم که عقل غیر از جدا فکر. فکر, کار من عقل اون چراغی که خدا روشن کرده اینو داشته باشیم آنچه که میگیم مستقل عقلی یعنی آنچه عقل به او میرسد صرف نظر از این که این عقل در پیکره یک بودایی باشد یا یک مسلمان یا یک نمیدونم یهودی یا هر کی مستقل کار ائمه اطهار احیای مستقلات عقلی است از رو کجا میگم امیرالمؤمنین میفرماید انبیا آمدن لیوسی لهم دفاع العقول کوه میلرزد پای این جمله لیوسی رو لیو با سه, سه نقطه لیوسی لهم دفاع العقول خود این جمله دو, سه جلسه بحث داره هر انسانی در درون خودش گنجینه های عقلی دارد زیر خاک گنجینه زیر خاکی اشتباه منو و دکتر تحصیل کردن من اینجا با سین نوشته بودم آقای دکتر سه گنجینه های زیرخاکی داره هر کسی در درون خودش اون گنجینه های زیرخاکی مال عقل انبیا می آیند خطبه اول نهج البلاغه حضرت امیر می فهمد لهم دفعن العقول اون گنجینه هایی که زیرخاکی اینا رو میارن رو به بشر میگن بشر تو فقیر نیستی تو خیلی پول داری تو خیلی غنی هستی تو همچین گنجینه زیر خاکی در اختیار داری اینو زنده کن استفاده کن ازش همینی که مولا فرمود ات از امان نکه جسمون سقیرون جرمون سقیرون این از این قبیل خب حالا یکی از این مستقلات عقلی که جواد الام روحی له الفدا احیا کرده این کلمه است که میخوام بگم جناب عبدالعظیم الحسنی همین حضرت عبدالعظیم که در جنوب تهران است و تهرانی ها افتخار دارند که در زیر سایه حضرت عبدالعظیم هست ایشون خب از اصحاب حضرت جواد من بوده یه بار خدمت جواد میرسه عرض میکنه آقا یه چیز, یه چیز به من بفرم یه چیز ب... بگید من یاد بگیرم یه جمله جواد العیمه نقل میکنه البته از امیر المؤمنین. یعنی افتخار میکنن که اینا جدشون امیر رو بیارن وسط کار نداره. اینم داستانیه از امیرالمومنین نقل میکنه جمله ای حضرت عبدالعظیم عرضه می کند زد رسول الله بیشتر بگی حضرت جواد یه جمله دیگر میگه باز عبدالعظیم میگه زدنی باز 16 جمله میگوین من احساس میکنم بعد از این 16 جمله اینقدر هر جمله ای به سنگیلی یه کوه هست عبدالعظیم دید دیگه نمیکشه گفت حسبی بس همه دیگه تازه عبدالعظیم با اون عظمتش بسمه آقا بذار همین داره تجزیه تحلیل بکنم حلاجی بکنم این مغز من دیگه ترکید, دید. ترکید دیگه دیدید مطلب زیاد بریزی توی هارد چیزی که هارد ببینی پر شد آقا هارد من پر شد دیگه به تعبیر بنده حسبی ولا اگه تا ده روز عبدالعظیم هم گفت زدنی امام جواد هنوز می آورد یکی از اون 16 جمله است تو کجا همی... میتونیم پیداش کنیم تو همین اخبار رضا هست الان نمیدونم کدوم بابش دیدم ولی الان بابش یادم نیست تو اویون هست جای دیگه هم هست خب تو کاشیکاری های حرم عبدالعظیم الحسنی یه کار خوبی که سالهای اخیر کردن حدود 80 حدیث از حضرت عبدالعظیم نقل شده همه رو تو این کاشیکاری های کتیبه دور تا دور دیوارا نوشتن عزیزانی که مخصوصا تو ایام که وقت نوروز دیگه فراغتی هست فرصتی پیدا میکنن برن یکی از کاراشون این باشه این کاشیکاری ها رو دور تا دور بخونن دیگه نه نگفتیم کتاب بگیرید دستون کاری درشت هم نوشتن دور تا دور بچرخید بخونید این احادیث اونجا هم هست یکی از احادیثش اینه فرمود لایزال یزال الناس به خیر ما تفاوتو مردم تا زمانی به خیرن زندگیشون به سامان زن... میچرخه که تفاوت دارن فعض از هلکو حلکو مساوی شداد هل... نابودن این احیای یک مستقل عقلیست من جوری دیگه شو بگم تفاوت رو در اصناف بگم اگر همه آهنگر بودن ها خب ما نونوا از کجا می آوردیم نون احتیاج داریم یا نداریم همه نونوا بودن همه مهندس بودن همه مهندس بودن همه معلم بودن. بودن شاگرد کجا بود همه شاگرد بودن معلم همه دکتر بودن مریض کجا بود همه مریض بودن دکتر کجا بود پس اصلا تفاوت اصلا زیبایی خلقته که یکی دکتر باشه یکی مریض یکی تراشکار یکی جوشکار جوشکار محتاج تراشکار تراشکار محتاج آهنگر آهنگر محتاج ارز میکنم نونواز نونوا محتاج نمیدونم ماس فروشه همه به هم احتیاج دارن و همه احتیاج رو حس میکنن با پوست و گوشتشون با تفاوت داشتن اگر همه ببین شما فکر کن همه جوشکار بودن نونواز... نون از کجا می آوردن خوردن خیلی اینا ساده است ببخشید ها چه کسی میخواست بره اصلا گندم به کاری که حالا کار کی بود کشاورز کجا بود که و همه جوشکارن هم دیگه ها دقت میکنی یه داستانی است این پس تفاوت لازمه خلقته همون جوشکارن هم بیکار میموند ولی جوشکارن من میگم همه جوشکارن هم دیگه مگه مردم چقدر کار جوشکاری <تصحاب> دارن دقت میکنی اصلا, قا... اصلا قابل تص... وحشت میکنه آدم که دنیای بدون تفاوتی ترسیم بکنه چرا ما اینو نمیبینیم یه فرش یه فرش شما فکر کنید قرمز یه دست این بیشتر جلب توجه میکنه یا الان که چل تا رنگ توی فرش هست زیباییش به تفاوت زیبا... رنگ هاست یک فرش به تفاوت رنگ هاست تا چینش زیبای این تفاوت ها کار اون کسیست که نقشه این فرشی کشیده پس تفاوت را ما قدر فقط نکته مهم اینه این دو سه کلمه هم از برسونیم میرسونم بحث تفاوت رو. مهم اینه که ما این تفاوت را مدیریت کنیم مدیریت کنیم یعنی اونی که میخواد در جامعه مدیریت کنه تفاوت را اولا به رسمیت بشناسد قبول بکند که همه مردم سلمان فارسی به شوه نیستن, نیستن. آفر دقت کردی همه مردم قرار نیست که هر سه, روزی یه بار ختم قرآن کنن همه رتبه صد دین نیستن همه رتبه صد نیستن پنجاه داریم چلا داریم و این را باز روایت میگه روایت داریم که میفرماید باب درجات ایمان تو کتاب شریف کافی مرحوم کلینی که بابا مردم درجات مختلفی هن در ایمان بعد اسم میبرن حتی من دیگه حالا اسم نمیبرم تو روایاتش هست کسی که در درجه نهم ایمان از ده درجه ده فرزیه دیگه کسی که در درجه نهمه حق ندارد اون درجه نه خودش رو به درجه هشت تحمیل کنه کسی که درجه هشت حق نداره اون درجه هشت رو به درجه پنج تحمیل کنه حالا من تقاضا بکنم که مثلا یک پله برم بالا من خودم تقاضا کنم ولی از اما تحمیل نبارد. نکنم انتظار نداشته باشم ببینید من به پسر, به پسر خودم به من پیر مرد که خوابم همش خواب گنجشگی رب ساعته هست من راحتم که سحر بلنشم دو ساعت قبلش دعا بخونم اما به پسر جوانم به دختر جوانم که خواب, خواب رو دوست داره و خوابش سنگینه تحمیل نکنم که قبلش بیدار بشه حد اکثر برای سحر سحری ساعت 20 دقیقه قبل هست. از از اون میگم پاشو بسرم دخترم سحری بخور که جون داشته باشی برای روزه او اصلا تو همین مسئله عدلی که داریم صحبت میکنیم مسئله داره حالا من بهش میگم خاک بر سرت کنه چه نماز شب نمیخونی بابا صبر کن دقت میکنید ببینید این و این نکته رو من به شما بگم خدا واقع بینه اهل بیت واقع بینن خدا واقع بین اهل بیت واقع بینن دقت میکنید تو همین حدیث هست تو همین ادامه این حدیث که امام رضا فرمود امر به معروف نهی از منکر لازم است به شرطی که خوف بر جان ایجاد نکنه مشکلی برای کسی ایجاد نکنه اگه مشکلی ایجاد کرد امر به معروف ساقطه مشکلی هر جور مشکلی من باید بشینم کلامی که میخوام بگم بگم این کارو بکن نکن باید اول حلاجیش کنم ترجیح تحلیل کنم که این به کجا ممکنه برخورد داشته باشه خود این نهی از منکر گاهی وقتا خودش منکری این نهی از منکر گاهی اوقات ببینید این کلمات اینها یه چیزی است اینا مال تفقه در دینه یعنی دین را یه پازل کامل ببینیم تو این پازل کامل ببینم این کلمه من کلمه من الان جاش کجاست دین یه چیزی نیست که یه کلمه باشد و یه حالت که نهو یه کارخونه است این کارخونه همش ازش لیوانهای یک دست هم میاد خیر با انسان طرفیم هر انسانی یک دنیاست ما یه استاد جامعه شناسی داشتیم آقای دکتر میگفتش که صحبت راجع به جامعه و مدیریت جامعه مدیریت مردم ریاضی نیست که شما بگید دو دوتا چهار تا شما در مواجهه با مردم گاهی وقتا دو تای مردم و جامعه میشه پنج تا بله بله. یک فرمول ثابت نداره دو, دو تا در طول کار مردم به اندازه تعداد نفوس مردم جواب داره یعنی اگه تو ایران 80 میلیون آدم داریم دو دوتا تا میلیون جواب داره ها. که چند تاست میخوام اینو بگم به هر حال مهم مدیریت تفاوت هاست یعنی من معلم که رفتم تو یک کلاس ببینم یه نفر ذوق هنری دارد یه نفر ذوق ادبی داره یکی ذوق مطالعه و تحقیق داره یکی ذوق اصلا ذوق و شوقش فقط سخنرانیه چیکار کنم از ترکیب همه اینهای کلاس فعال زنده شاداب پربازده اینجوری در بیارم کلاس فعال زنده شاداب که مرتب خروجی جانانه داشت دلوقتي. همه رو زوری سرخ ندم سمت مهندسی آقا حتما برید دیازی بکن بارک الله بگم نه تو ادبیات بلدی همین حرفایی که من دارم میگم تو رشته کتابداری من مش حرفایی میگم اینا رو در قالب یه تنز در بیار. من این کارو کردم تو دانشگاه که دارم میگم و... ب... 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 یکی گفتم اینا رو تنز و داستانک بکن و کرده یکی دیگه اینا رو شعر در آورده اومده سر کلاس اومده حرفایی که من خوش ابوس گفتم. اونا رو در قالب یه شعر در آورده آورده خونده یکی دیگه نمایشنامه با اینا درست کردی که یه کلاس زندگی شاداب ما داریم همه هم نقش خودشون رو بازی میکنن هیچکی هم نقش تصنعی نداره اینم یک راهکاری ها یک ایده ای بدیم به معلم ها من خودم معلم بودم البته از معلم چیزا بودم حالا اینجا رو نگاه نکن میگه میخند ولی سر کلاس دست بزن هم داشتم گاهی وقتا آره آقا دکتر روز خب میگه لو ندی دیگه حالا آره. آره. حلال کنن شاگردای من آقا من یه فاصله اگه اجازه بله. بدین بگیریم بله. بگیریم. بله. میخوام هم شما یه تنفسی داشته باشین هم بینندگان آمدش. ما خانوما اگه میخواید بساط سفره افطار آماده بکنید الان وقتش شما تو این چند دقیقه هم صدا رو زیاد کنید مناجات های ما رو گوش کنید هم کارهای افطارتونو رو بکنید یه فاصله بگیریم برگردیم عظم يا سيدي املي وسوى أملي فاعطني من عفوك بمقدار املي ولا تاخذني بسوى املي وإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المغسرين وأنا يا سيدي عاظون بفضلك هارب منك ذاك، متنجز ما وعدت من الصفح، عمن احسن بك ظنه، أنا يا رب وما خطري بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لولا انك اهون الناظرين واخف المطلعين بل لانك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار, ستار العيون غفار الذنوب علام الغيوب رو زن به و امیدوارم که لحظاتتون لحظات پرباری بوده باشه و لحظات عاشقانه و سر سفره افتارتون که با خانواده جمع میشید لبخندی اگر به لب دارید پرخوری هم نمی کنید برای همدیگه سر سفره افتار اعضای خانواده همسر برای همسرش مادر برای فرزندانش فرزندان برای پدر برای همدیگه دعا بکنید که این شیوه علی ابن مسرزا این روزها هم که سر سفره علی ابن مسرزا هستیم با ادامه مبحث در خدمت شما هستیم عزیز, عزیز در خدمت هم زنده باشید الحمدلله هممون چه سفره های مادیمون که مدیون اهل بیتیم سفری معنوی مونم مدیون اهل بیتیم و الحمدلله, الحمدلله قدر بدانیم خدا کند که این نعمت را قدر بدانیم احش. ما چون هم همچنان در بحث جبر و تفویض و اینها هستیم امروز ان دیگه بحث رو جمع می‌کنیم بحث تفاوت رو, رو عرض کردم جنبش. من ادامه اون بحث لاجبر رو من باز هم یه با یه مثال‌های ملموسی توضیح بدهم فکر می‌کنم مثال خیلی کمک میکنه و راه رو خیلی آسون میکنه برای آسان کردن اون مزامین سنگین و بعد هم جا افتادنش ملاحظه بفرمایید شیوه قرآن هم هست بله دیگه مصال یعنی هم قصه میگه و مثال میگه و, و اصلا کلا جا افتاده است این تمثیل و قصه گویی و ببینید نکته رو دقت کنید گفتیم که جبر نیست تفویض هم نیست یعنی چی قضیه خداوند امکانات به ما داده و بعد گفته روش استفاده از امکانات و چگونگی استفاده از امکانات با خودت ما چراغ قرمز نصب کردیم سر چهار راه دقت ایدار اداره راهنمایی اینو میگه میگه ما چراغ قرمز نصب کردیم به هم هم توضیح دادیم قرمز معناش اینه سبز اینه زرد اینه و به نفع خودتونم به نفع خودتون هست. هست که استفاده بکنید اگر هم خواستید از چراغ قرمز رد بشید ماشینتون رو پنچر نمی‌کنیم دقت کردید جریمه ممکنه پنچر نمی کنیم که نتونید رد بشید خب همه این حرفا اون وقت نکته اینجاست ولی اگر از قرمز رد شدید شما ضرر کردید باز مثالای دیگه در همین راستا بزنم روشن میشو. ببینید یه کلمه ای سر زبون هاست میگن توفیق جبری این توفیق جبری با ایزتون غلط توفیق حالا توضیح میدم توفیق خدا یعنی کمکی که خدا می کند که من آدم حسابی بشم ولی این توفیق هم جبر نمی آورد یک فرصتی برای من خدا فرصت ایجاد میکنه ایجاد میکنه جبر نه اینکه در گناهان نیست در کارهای خیر هم نیست ممکنه من از این فرصت استفاده بکنم یا نکنم این دیگه اختیارش با من مثال مثال لیوان آب یه لیوان خالیه خب این لیوان خالی که آتش منو برطرف نمیکنه که من تشنم من تشنه با لیوان خالی تشنگیم برطرف نمیشه چه کنم لیوان آب رو یه کسی لطف میکنه پر میکنه آب زلال صاف پاک خنک خوشگوار تحویل من میده اینجا من دو تا کار میتونم بکنم یک این لیوان رو بگیرم پرت کنم تو سر اونی که به من آب داده لیوان بشکنه و سر اون آدم بشکنه <applause> ولی دیگه فرض دیگه خب یه کار دیگه اینه که من این آب رو بخورم بگم سلام بر حسین شهید لعنت بر یزید پلید دست درد نکنه خیلی ممنون که من آب دادی ببینید پس این آبی که کسی به دست من میدهد میشه توفیق از اینجا به بعد منم که میتونم استفاده بکنم یا نکنم شکرش رو به جا بیارم یا نیارم در اون داستان سید و شهده که عرض کردم توفیق سید و شهدا هم شامل حال عمر سعد شد هم شامل حال خور شد الا اینکه در عمر سعد به یه زبان لطیف با یه وعده در حور با یه وعید این, یه با زبان با این با زبان خیلی نرم و یه وعده وعده که وعده واقعی بود حضرت اون پارچه آبادی مال منه من همین الان به نام تو میکنم شهودم میگیرم به تو میبخشم به اون یکی با تشر هر دو توفیق بود خور توفیق را به اختیار خودش تحویل گرفت عمر سعد این توفیق را زد تو دیوار این لیوان خورد کرد برای شمر هم همین موقعیت و برای با... همه هم همین موقعیته فرصت ندارم بیشتر از این بگم این مطلب خیلی جای شرحو و بس داره پس ببینید جبر در کار نیست خداوند امکانات میدهد خ و مرا مختار میکند برای استفاده کردن از اون استعداد امکانات هم می دهد. استعداد هم میدهد استعداد می هم میده فرصت هم میده فرصت هم میده همه چی فرصت تا آنجا که تا آنجا که شمر سر مقدس حجت خدا را ببرد جنایتی که عظمت فی السماوات و درست شد تا اونجا امکانات میده مهلت میده ولی میگه یه جا حساب میکنم یه جا حساب میکشم ازت تو بدان که یه جا حساب میکشم مرتب هم این وسط اون عقله هی داره تشر میزنه مرتب تو اون فاصله عقل به شمر میگه میدونی چیکار داری میکنی جلو نمیگیرم ولی تو باید انتخاب کدوم یک از اینایی که چیز بود از این جانیان کربلا که سر مقدس رو همراه داشت بعد میگفت که املا رکابی و ذهبا این رکاب مرا پر کنید از طلا و نقره انی قتلت الناس انی خیر الناس و ابا لبسش پسو پس و پیش میگم ببخشن منو مضمون اینه قتلتو خیر الناس امم و ابا بهترین مردم را من کشتم میفهمه بهترین رو کشته و لذا باید محاکمه بشود قتلت غیر عمد و شبه عمد نبود خود عمد بود چون اتمام حجت شد سید و توفیق خودش را حالا جوری دیگه بگم سید و توفیق خودش را یعنی توفیق الهی را شامل حال تمام آدمایی که تو صحنه کربلا بودن کرد چطور؟ با اون سخنرانی هایی که اول کرد مقتل ها رو گوش بدید؟ بخونید؟ اول شروع کرد گفت من کیم بگید من کیم توضیح دادن بعد فرمون من حقی از شما خوردم مالی از شما بردم کسی از شما کشتم ناموسی این اتفاقات به چه دل... به چه جرمی میخواید منو بکشید به چه دلیل زمزمه‌ای داشتن میگفتن با شمر بگو من پسر فاطمه هستم معرفی کرد معرفی نشم با همه اونها معرفی کرد خب با وجود اینها یعنی توفیق خودش را شامل حال همه کرد در بعضی مقاتل اومده که بعضی ها برگشتن با همون سخنرانی ها. خب اونا توفیق رو تحویل گرفتن بعضی هم بر نگشتن تحویل نگرفتن دقت فرمودین و از این قبیل همین توفیق شامل حال زهر شد زهر ال ظاهر قبل از او عثمانی بوده خب برگشت قبول کرد ببینید پس چی میخوام بگم توفیق جبر نمی آورد این نیست این هم جز همون چیزایی است که شیطون میاد تو گوش ما میخونه برای این که من بگم آدم خوبی نشدم بگم توفیق جبری شامل حال فلانی شد شامل حال من نشد نه خیر توفیق جبر نمیاره توفیق شامل حال فرد هم که بشود آخرش خودشه که به اختیار خودش تصمیم میگیرد که از اون توفیق استفاده بکند یا نکند حالا عرض میکنم این توفیق شامل حال همه داره میشه میگی نه ماه رمزان رو نگاه کن میگی می نه بله ماهر مبارک نجد. بست شیطان بسته است خواب مؤمن عبادته. اینا. همه این خب اتفاق برای همه, همه, همه است همه رو که گفتی خب وقت یه کسی میاد میگه این مال ایرانی هست میگم آقا ببخشید الان در زمان اینترنت دیگه ایرانی و غیر ایرانی داره یعنی حد اقل حالا با تبلیغاتی که همه میکنن کی میفهمه ما رمزون و روزه چیه کی نمیفهمه حد اقل همه مردم دنیا میفهمن که مسلمان ها وارد ماهی شدن به نام روزه پس الان همه مردم دنیا میفهمن که یه اتفاقی تو عالم اسلام داره میفته به نام ماه رمضان و روزه برای چی اد... چیزی نمیکنه؟ ها 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 همین سوال باید ایجاد بشه برای اونها یا نه مثلا تو این دور آه. زمونه دیگه دور زمونه اینترنت دیگه همه دنیا تو با یه کلیک تو مشتته مثل حرکت اربعین که برای همه سوال میشه آقا اینا کجا میرن این جمعیت کجا میرن چه خبره دقت بکنید ما یه وقتی حالا فرمودید اربعین یه وقتی ما یکی م... از سفرهای علمی که داشتیم عراق برای که همایشی بود یه ایرلندی کشیش ایرلندی که راجع به سید الشهدا کار کرده بود آمده بود با ما اومد اونجا یعنی تو اون سمینار دعوت شده بود خب ما از نجف داشتیم میرفتیم کربلا واقعا یه معلمی مال سماوه بود درست همراه ما بود اون معلم که مال سماوه بود و خودش اهل ذوق و ادب بود و اینا بود اومد از نجف تا کربلا موکب ها که خب اون موقع فصل اربعین نبود یه فصل عادی بود موکب ها تعطیل بود ولی خب مشخص بود این چارچوب و اسکلتش پیدا بود بعضی‌هاش حسینیه ای بود پیدا بود ساختمون بود نشون داد به اون ایرلندی گفتش که در طول نجف تا کربلا حدود هزار تا موکب یعنی هزار تا انجی او داره کار میکنه تو مدت یه ماهه دور و سمن ها ها بله سازمان های غیر دولتی گفت حدود هزار تا NGO، اصلا ایرلندی مونده بود مات هزار تا گفت هر کدوم اینا یه انجی NGO بزرگ کوچیکیش مهم, مهم نیست این همه بزرگ کوچیکیش مهم نیست NGO میدونید مهم اینه نفر ده نفر 20 نفر هر چی اصلا بعضی از سمن هستن در دنیا یک نفر و داره فعالیت اجتماعی خب گفت حدود هزار تا NGO او اینجا کار میکنه خب آیا این حرکت 40 الان دیگه یه جوری که همه دارن میفهمن دیگه نفهمن دیگه باید یه جوری اگه تو فضای ارتباطاتن اگه نیستن خب دیگه خب مقصر خودشونن پس ببینید توفیق جبری البته به شما بگم یه وقتی هست اینها مثلا یک سری آدم ها چون ممکنه سوال بشه ارز میکنم چون که یه سری آدم ها هستن در یک کشور آفریقایی مثلا حالا به دور از فضای عمومی بین الملل قرار داره بله خب خدا هم در همون اندازه او در مستضعف فکریست بله. حالا خدا هم در همون اندازه ازو رو هم فرمایش شما در قسمت قبل ببخش باید توضیح بله. بله. بله به هر حال یعنی برای کسی که دست به اینترنته و میتونه اخبار دنیا رو آپدیت و رصد میکنه دیگه میتونه این رو رصد کنه حالا مسلمان, هم رو... مسلمان هم نباشه ما از اون رصد کنه پس ببینید توفیق شامل حال همه, همه میشه. میشه هر کی به یه درجه حال کم زیاد به همون مقدار همه باید جواب پس بدن که آیا از این توفیق استفاده میکنن یا نمیکنن این مکمل این بحث بحث عدل و جبر و تفویز و اختیار و افعال انسان بسیار گسترده است و بسیار شیرینه یکم بعضی جاهاش به علمیت میزنه خسته کننده میشه اگر بشود با چهار تا مثال تلطیف بشه و روون بشه بعد آدم میبینه چقدر شیرینه و چقدر سوالاش جواب میگیره بعد میفهمه که چقدر این اشعاری که منصوب است به خیام چقدر بیپایه است وقتی بیپایگی من عمدی دارم که بحث رو به اینجا برسونم وقتی بیپایگی اشعاری مثل اشعار خیامی نمیگم اشعار خیام به عنایتی بیپایگی اونگونه اشعار خیامی روشن شد تازه آدم میفهمه که اهل بیت چه گوهر گرانبهایی در اختیار ما قرار دادن که ابن سینا در اون قصیده عینیه خودش که باز مفصل بحثش الان وارد نمیشم ابن سینا در قصیده عینیه تو شبهات جبر و تفویض گیری کرده چرا چون روایت اهل بیت را نخونده تعارف نمیکنم من ابن سیناس باشه رو اهل بیت رو ندیده نیومده مراجعه کنه در دستش هم بوده در این مورد نگاه نکرده. وقتی نگاه نکرده گیر داره و جواب هم نمیتونه, و جواب بده. هم بده. نمیتونه بده میگه من گیر دارم خب حبتت الهی که من المحل الارفعی ارز میکنم که ورقا و ذات طرف و و تمنعی یه همچی چیزی بعد میگه انکان خلاصه اگر این قضایی حکمتی است خفیت علال فتن لبی بالاورعی فتن لبی با یه آدم زرنگ باهوش باسواد نمیفهمه چیه که خودشو میگه <applause> خودشو میگه با او, با او من گیر کردم اون او او انسان ارزشمندی است انسان در جای, جای خود پزشک قوی, پزش قوی بوده پزشک قوی بوده ما منکر نیستیم منکر پزشکیشون در الهیات نیومده در خونه اهل بیت بله خب من اینجا نتونسته بله و هر کسی یعنی من ابن سینا رو گفتم که دیگه خیال راحت کنه دیگه پرونده رو ببندم دقت کردی؟ پرونده ما پرونده, اگر... ببندیم <تصح> <تصح> از خواهی میکنم اگر طول ده. کشید حلالم کنید واقعا ببخشید اینا گفتنیهایی ای که خیلی مفصل تر از اینا باید گفته بشه چون زمان ما کمه کپسولیش میکنم روونش میکنم مثال میزنم یه خود انشالله ببینیم بهتر میشه گفتش بازم حلال کنید در شکرزاری که موران کامرانی میکنن نیست از انصاف بی از شکر کردن مرا حالا بیت یادم رفت به هر حال ما لذت میبریم از اینکه در خدمت شما هستیم و توی مسئله ای که من خدمت بینندگان لحظه عاشقی لحظه های عاشقی عرض کردم که پایه و صحبت ما در برنامه امسال اون حدیث شریف مولاست که رحم الله امرن علم من عین فی عین الاعین عین توی بحث من عین اشاره کردیم به بینندگان که ما باید بدونیم از کجا آمدیم یک بخشیش رو راجع به عهد الهی صحبت کردیم و اینکه اون عهد رو ما یک جایی بستیم حالا یادمون میاد نمیاد جای خودش بله. ولی اینجا باید به اون عهد عمل بکنیم پس یعنی یادمون میاد که از ما توقع داره بله. و در این هم باید به این عهد پاسخ بدیم این عهده همین صحبت است که داریم ممیدونس. میکنیم دیگه ممیدونس. و لذا خارج از بحث نیست و بسیار هم ما نفع میبریم سود میبریم از این مباحثی که شما دارید لطف میکنید مطرح میکنید و مباحث بسیار مباحث عمیق و ارزشمندیه اون تا خب زیقه وقت داره ما رو اذیت بله. می‌کنه میکنه دیگه بله بله خیلی بلد. ممنونم مباحث مبحث بلد. تموم شده ان دیگه تموم شده حال فعلا تموم شده تا وقت دیگری یا ان مجال دیگری انشالله. حالا دیگه بله. خیلی ممنونم از لطفت تشکر میکنم ]ش. حالا ما یه بخش دیگه داریم من بله در خب بینندگان عزیزم من از شما اجازه میخوام کسب اجازه میکنم که یک فاصله ای بگیریم دوباره خانم ها سری بودن حالا دیگه هی داریم بین اشاره میکنم حالا برن کمکشون برای سکار سفره فقط خانم دیگه اون از سر کار اومدن آجا دیگه اینجا رو دیگه کار خیلی کاری با... ایام میخوام خانواده همه با هم تشریف ببرید به آشپزخانه انشالله سوروسات افتار رو مناجات با خدا رو آماده بکنید دورتون بگنم یه فاصله بگیریم برگردیم در خدمتون هست. Good عزیزان دلم بینندگان محترم لحظه های عاشقی در آیتم پایانی این قسمت از برنامه لحظه های عاشقی هستیم خدا رو شاکریم که در خدمت شما بودیم اما یک نکته به ذهن من رسید که در آیتم گذشته فرصت گذشته که در خدمت شما بودم یکی از آن فرصت هایی بود که از دست رفت فراموش کردم خدمت شما عرض بکنم مراجعه بکنیم به کلام معصومین راجع فرصتهایی فرصت هایی که آقای دکتر طالعی عزیز صحبت کردن در بابش و همه ما فرصت های بسیار زیادی در طول عمرمون داشتیم که از دست دادیم یک ذکری من یاد گرفتم از بزرگترهام که میفرمودن یکی از عزیزانی که به من درس یاد داد و ازش آموختم به من یاد داد که به قول مولا علی مدام زیر لب بگو یا راد دما قد فات که اون فرصت هایی که از دست دادیم برگرده خدا باز فرصت دیگری در اختیار ما قرار بده اون مقیل الاسرات فرصت های ما رو برگردونه به ما و ما بتونیم ازش استفاده کنیم انشاءالله فرصت ها رو هم از دست ندیم یکی از همین فرصت ها لحظات استجابت دعا سر سفره افتاره و در این آیتم آخر میخوام باز دوباره مثل همیشه گرچه است به خودم و شما گوش زد بکنم که در این تایم استجابت دعا برای فرج دعا بکنید در خدمت های تالهی عزیز هستی بزرگوارید من ادامه ارایزم رو در حال و حوش دعای حضرت رضا برای حضرت ولی اصر سلام الله علیه یک جمله کوتاه و بسیار عمیق بسیار عمیق از حضرت رضا در همین دعای شریف عرض بکنم. حضرت رضا اشاره میکنند که خدا یا ظهور امام عصر را برسان حتی تونی به عدلیه ظلم الجور تا این که ظلمت های جور و ستم را با عدل او روشن کنی حضرت میفهمند که ظلم ظلمت می آورد عدل نور می آورد دنیای ما الان ظلمانی است چون اسیر ظلمه تاریک است چون اسیر ظلمه نور عدالت باید بر او بتابد نور عدالت هم نمیتابد الا به دست اون منجیی که رسول خدا فرمود یملع الارض قسطم و عدلا یا یملا الله الارض بهی قسطم و عدلا همونطور که همونطور که پر شده از ظلم و جور حالا و تطفع بهی نیران الکفر اون آتش کفر را خاموش کنی آتش کفر تا که میگیم بلافاصله ذهن ما متاسفانه میره به اروپا و آمریکا خیلی بده این من نمیخوام دیگه اصلا بحث ببرم تو وادیی شبیه وادی سیاست اما این کلمه رو میخوام ارز کنم آتش کفر گاهی اوقات از گور تبری بلند میشه آتش کفر گاهی اوقات از گور ابن تیمیه بلند میشه و این کفر آتش کفری که از گور تبری و ابن تیمیه بلند میشه به مراتب خطرناکتر از اونی که از اروپا و آمریکا در میاد نمیخوام بگم اونا رو تبرئه کنم اونا هم برای خودشون قصه هایی دارن اما تبری و ابن تیم اونها ادعای تفسیر قرآن ندارن اینا ادعای تفسیر قرآن کردند اونها اصلا قرآن رو راحت میگن آقا ما قبول نداریم اون یکی راحت میگه ما قبول نداریم ای که ما از منافق میخوریم یا میخوری. اصلا حرف نمیزنه راجب قرآن یا میگه من قبول ندارم قرآن میسوزاند رسما الان در ملع عام اما اونی که میاد نه یه تفسیر نابجا و تفسیر ناروا میکنه اونو من چیکارش کنم و بعد این میشه محتوای درسی ارز میکنم که بماند دیگه این حالا داستان ها دیگه بماند که هر کدام از اینا شاخ و برد داره بعد میاد جلوتر از تلزا و تو حبیه معاق دل حق این گره های حق رو باز کنی حق گره داره بله گره حق کجاست توجیهات بنده و شما قشنگ بیاد به من بگه تا اینجا این کلام حق اینجا و توجیهی است که میکنی تکلیفمون روشن شد چقدر ما در فاصله بین حق و باطل سرگردان؟ سرگردانیم ایم. سر این توجیهات سر توجیهات هر کسی تفسیر من نمیخوام بگم خواهش میکنم خواهش میکنم عزیزانی که حرفای منو میشنوند یه پنج شیش ده دقیقه محض یک عبادت محض یک عبادت عمل کرده روزانه رو بذارن وسط ببینن چقدرش واقعا دنبال حق بودن چقدرش دنبال توجیه بودن من دیگه مثال نگویم شرمندم مثال بگم میترسم شرمنده بعضی عزیزان بشم از زندگی خودم دارم تا زندگی شماها. Der hat scherzt nicht. گرههای حق رو باز میکنی یبن الحسن بی تعارف برمیگردی به من میگی اونجا که حق فلانی را خوردی و گفتی باید این حق را خورد این یه توجیه بود این حق نبود این توجیهی بود وای اگه بود. آیه هم براش بیاری وای که آیه بیاریم وای که حدیث بیاریم وای که بگیم خود خدا راضی نیست من اینجا مصیبتی بکشم وای که پس گرههای های حق رو باز میکنی پشترش مجهول العدل الله اکبر اینجا کوه میلرزه عدل مجهول را باز میکنی روشن میکنی مگه عدل مجهول هم داریم بله عدل مجهول در مقابل ظلم مجهوله ظلم مجهول داریم بله بنده هی مینالم هی داد میزنم مثلا ها من نوعی من فرضی میگم آی فلان شهردار فلان رئیس فلان وزیر فلان وکیل ظلم کرد نمیگم من پدر به بچه های خودم ظلم کردم نمیگم من معلم به شاگردان خودم ظلم کردم نمیگم من همسایه به همسایگان خودم ظلم کردم من اسم این رو گذاشتم ظلم مجهول نمیگم من به بدن خودم ظلم کردم رساله حقوقیه امام سجاد رو ببینید دیوانه میشه آدم چشم بر من حق دارد گوش بر من حق دارد دست پا تمام اینها بر من حق دارن من حق دست رو ادا نکردم حق پا روز قیامت میتوانی اینا, از من شکایت کنن چشم بیاد بگه که من در خدمت این آدم بودم چرا این درست حقش رو ادا نکرد در هم دیدیم که یکی از شاکیان ما خودمونیم خود؟ و بله. چون خدا هم عادل است حق مظلوم رو که خودمونیم از ظالم که باز خودمونیم میستاند یعنی منو به جون خودم این دازالا بیا جمعش کن ببینید ماه رمضان وقتی این حرف هستا ظلم خدا یا ظلم مجهول را به من بشناسان تا عدل مجهول را یه قدم براش بردارم که وقتی امام زمان سرامو علیه تشریف میارن عدل مجهول را میگویند نگم این کجا بود کجای دین بود کجای اخلاق بود کجای قانون بود نه بود تو ندیدی عزیزم تو اگر معلمی شاگردانت گردن تو حق دارند تو پدری فرزندانت گردن تو حق دارن من تو جلسه قبل گفتم که دعای والدین رو بخونیم دعای بعدیش دعای 25 و دعای اولاده فرزندان. دعای فرزندانه امام سجاد وقتی اون بیانات رو بیان میکنن منشور نشون میدن که من عبدالحسین طالعی نسبت به پدر و مادر خودم مرده یا زنده چه وظیفه ای دارم نسبت به فرزندان خودم چه وظیفه دارم دعای 24 و 25 دعا بغله همن دوتا دقت هم هم کردی؟ از این جهت هم از اون جهت. ها. معلمم پس نسبت به شاگردانم وظایفی باید انجام بدم از اون طرف شاگردم نسبت به معلمانم باید وظیفه انجام وزایفه. بدم ببینید زندگی ما خلاصه همچون ریله رها نشدیم ما از صبح تا شب برنامه خدا به ما داده و لطف کرده که به ما برنامه داده برنامه ها میگه باید انجام بشه هر برنامه ای انجام نشد میشه یک ظلم مجهول چون ظلم ما همیشه تو حاکم ها دیدیم تو اینا که قدرت ازشون بوده اونی که پلیس بوده اونی که باتوم داشته اونی که وزیر بوده وکیل بوده امضا داشته مجلس بوده اینا بوده قدرتی داشته, داشته, داشته پولدار بوده اینا ظلم اونجا دیدیم اما فکر نکردیم که یک فقیرم میتونه ظالم باشه ها یک پدر عادی توی خانواده مثل منی که کارمند عادیم میتونم ظالم باشم به ارباب رجوع بله و امسا و از این نمونه ها الا ماشاء الله تعالی ظلم مجهول حالا حضرت بیاد یکی یکی خیلی کار امام زمان سنگینه که بیاد پرونده ها رو بیاره رو به من فقیر میاد میگه که خب حالا بیایم آقای عبدالحسین طالعی بشین اونجا ببینیم حساب تو رستگی کنیم چی آقا من که کاری نیستم اون برو وزیر رو بچسبیم که وزیر رو وکیل هم سر جای خودش میچسبیم کار داریم به اونم قصه داریم اما تو چرا به فلان همسایت توجه نکردی پول نداشتی کمک فکری میتونستی به همسایت بکنی یا نه قربال همینه دیگه کمک فکری میتونستی بکنی به همسایت پسر همسایت میخواست کنکور شرکت کنه تو بلد بودی راهنماییش کنی برای انتخاب رشته کردی یا نکردی بله خب پس ظالمی ظلم مجهول حالا عدل مجهول میآورد اون عدل مجهول اون روایات مال زمان ظهور است که دیگه من وقت ندارم بگم فقط همین مقدار امام رضا سلام الله علیه با یک کلمه مجهول العدل یه دری به روی ما باز کرده اون سرش ناپیدا یعنی آنچه از این دریچه دیده می شود دنیایی مطلب دیده می شود عدالت هایی که ما نمی ما چقدر عدالت میشناسیم حد اکثر اینکه که گرسنگان بیافرا مثلا فلان چی بشن اینو میشناسیم حد اکثر بیشتر که نمیشناسیم نه خیر عدالت مجهول همسایه از همسایه آزار نبیند معلم از شاگرد آزار نبیند پدر از فرزندان فرزندان از پدر و همسال زالک خب حالا اجازه میدید من یک توسل منظوم خدمت حضرت داشته باشم یا نه که حسن خطام بشه بادا که نگارم به نگاهی گاهی بادا که نگارم به نگاهی گاه. گاهی. وقتی که گذر کند دمی از راهی بر خاک نشینان نظری همچو پدر مثل امیر المؤمنین بخشد به گدای خود نگین شاهی با بر نشینان نظری همچو پدر بخشد به گدای خود نگینه شاهی سوره حلعتا دوباره تکرار بشود چه صحنه زیبایی می شود تکرار سوره الحتا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا ارزه عرضه داریم ابن الحسن هم مسکینی هم یتیمی هم اسیریم و شما هم فرزند الحتا و السلام خیلی ممنونم خیلی استفاده کردیم دست شما درد نکنه خدا ایشالله شما رو حفظ کنه خدا بهتون برکت بده و روز به روز و آن به آن به توفیقاتتون اضافه کنه من فعلا از حضور شما مرخص میشم و از شما شماست. خداحافظی میکنم ممنون قربان شماستن. شما بینندگان عزیز ممنون. لحظات افتاره و میدونید که لحظات استجابت دعاست این لحظه افتار و لحظه استجابت دعا فقط برای ما نیست برای امام زمانمون هم هست یک بار اینطوری با آقامون مناجات کنیم و از آقامون تقاضا کنیم که یا ابانا استغفر لنا یا صاحب زمان شما برای ما طلب استغفار کن که دیگه ماها به و دعا شدیم و شما که خوب مستجاب و دعوه هستید و روی دارید و حالا هم که دیگه اصلا زمان استجابت دعاست یا ابانا یه بار آقامون رو اینطوری صدا کنیم یا ابانا استغفر لنا دورتون بگردم خیلی ممنونم که ما رو نگاه کردید ما رو تماشا کردید فرزندان خودتون رو خدمتگذاران خودتون رو نگاه کردید